در اوج گسترش فقر در افغانستان، وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که به خاطر جلوگیری از بحران کنونی در افغانستان، 144 میلیون دلار دیگر به افغان‌های نیازمند می‌فرستد. به گفته وزارت خارجه امریکا، این کمک‌ها به افغان‌های آسیب دیده و پناهجویان افغان در منطقه به مصرف خواهد رسید. اما شماره از سناتوران آمریکایی نگران چگونگی توزیع این کمک ها هستند. سناتوران کمک های ابتدایی که به افغانستان به عنوان کمک های بشری به واسطه نهادهای غیر دولتی مانند نهادهای سازمان ملل، سازمان جهانی غذا فراهم می شود، همه این نهادها تجربه دراز دارد که چگونه با چالش ها مبارزه کند. ما بر این سیستم باور داریم، اما اگر ما ببینیم که این پول به طالبان می رود، ما این برنامه را متوقف میکنیم، زیرا ما به اساس اجازه شما نمیخواهیم طالبان را تمویل کنیم. اما امارت اسلامی ضمن استقبال از این کمک ها از امریکا میخواهد گرچه عاجل پول های منجمد شده افغانستان را آزاد بسازد تا از بحران بشری در افغانستان جلوگیری شود. ورش افغانان ته باید پر وخت کومه کنه ورسیږي او د هغوی سره تعامل باید وسی او بنجزونه باید زنجیری رسی. اول قدم کې اولنی کوم مقدمونه هم دغه و. شهروندان افغان روزانه دنبال پیدا کردن لقمنان دنبال کار می گردند. به مانند حلیم که تازه 4 روز می شود که دست به یخنی فروشی زده است. خواهم خواهد که آدم کلی ماشمال الحمد و روزگار داریم چون پوشدار هستیم. برای مثال یک پیسه نباشن نفقه فامیل سخت است دیگه. از همی کابل 8 نفر شنیدیم که از گشنگی مردن. از لوگر از غور است 2 نفر 3 نفر از گشنگی مردن. اگر این کمک ها واقعا به نیازمندان سپرده شود، ما میتونیم از یک فاجعه انسانی بزرگ جلوگیری بکنیم. در این حال برخی اعضای هیئت مدیری بانک مرکزی افغانستان به خبرگزاری رویترز گفتند که میلیون ها دلار از دارایی افغانستان در بانک های اروپایی مسدود شدند. به گفته آنان ماهانه 150 میلیون دلار نیاز است تا از بحران قریب الوقوع بشری جلوگیری شود و ارزش پول افغانی و نرخ کالاها تثبیت گردد.